با پیشکش کردن بهترین درودهای خودم و گفتن روزگار نیک، بسیار شادمانم که امروز در پیشگاه شماری از همینهنان بسیار گرامی خودم هستم در این آسوده روز و کیوانشی بران شدند که بیایند و به پای سخنان من و دیگر همکارانم بنشینند و به ایران بیندیشیم همه با هم. خب ببینید، من با پیش از هر چیز سپاسگزاری بکنم از همکاران خودم در گروه ویراستاران و گروه بنیانگذاران رنسانس ایرانی و نوزایی ایرانی که به راستی در این مدت کوتاه کارهای سترگی انجام دادند و امیدوارم که ما همه دست به دست یکدیگر بدهیم و کارها رو خیلی بهتر پیش ببریم در سراسر جهان و به ویژه در نیاخاکمان ایران. خب من پوزش میخواهم اگر واژه‌هایی به کار میبرم که ممکن است برای برخی از شما بسیار سنگین باشه، و اگر که بشنوین فکر نکنن که در دریافت چم آنها دشواری بسیاری باشه، چون سخنرانی من درباره پیامدهای قادسیه هست. من میخوام با این جایگزین کردن واژه‌های عربی به فارسی زبان مادری خودمون نشان بدم این دروغ‌هایی که درباره زبان ما گفته شده که یک زبان ترونه و این اصلا به درد سخنگویی و کارهای دانشی نمیخوره، بلکه زبان عربی است که زایاست و بهترین راه برای برگزار کردن پیوندهای این چنینی است که امروز ما داریم. شما ببینید این زبان با آسانی به دست ما نرسید. من یک نمونه تنها خدمتون میگم. در زمان خلیفه حجاج یک انسانی رو فرستاد که حالا انسان گفتنش کمی دشواره، به اسم قتیب بن مسلم. این جناب قتیب وقتی که به خوارزم وارد شد دستور داد که هر کس که به خوارزمی سخن میگه و مینویسه و یا به فارسی سخن میگه سر ببرند یا زبانش رو از حلق در. شما ببینید اینها چه نبردی با جنبه های فرهنگی کشور ما آغاز کردن. به هر حال ما باید تاریخ کشور خودمون رو بازشناسی کنیم، چون نویسندگان اون تاریخی که به دست ما رسیده، نویسندگان تاریخ ما دشمنان ما مقدسی بوده، سالبی بوده. حتی این محمد ابن جریر طبری که کتاب الرسل و الملوک رو نوشته، این جناب طبری در کتابش وقتی از همین جنگ قادسیه نام میبره میگه در این جنگ مردم بر مجوسان پیروز شد. حتی ایرانیان نمیگه، حتی زرتشتیان نمیگه، و نیروهای عرب رو به نام نیروهای مردمی و مردم و ایرانیان رو به عنوان مجوس میگیره. خب این یکی از تاریخ نویسان به نام بزرگ کشور ما بوده که عربگرا و عرب ستا مثل بسیاری دیگر. خب شما ببینید ما اگر تاریخ خودمون رو نشناسیم چگونه میتونیم سر بلند کنیم؟ شما ببینید ما نخست باید تاریخ خودمون رو بشناسیم، نخست باید خودمون رو بشناسیم و پس از آن خودمون رو به دیگران بشناسان، و اگر نه به این گونه پیش رفتن که هرچی که از ما بوده دزدیدن براست.
میگویند آرشیتکت اسلامی در اسپانیا فراوان اسلامی کدوم اسلام کدوم عرب آرشیتکت بوده کدوم عرب کاخ سازی کرده همانند کاخ سازی هایی که در ایران شده و باقی مونده پابرجاست و بزرگترین یادگار نیاکان ما هست این کدام آرشیتکت بوده کدام ساختمان سازی کدام نه ببینیم تاریخ اصولا چی هست شما ببینید یه بخشی از تاریخ تاریخ جنگ ها هست پیروزی ها هست شکست ها هست. بخش دیگر از تاریخ تاریخ هنره بخش دیگری از تاریخ تاریخ مرزها و تاریخ جغرافیایی هر کشوری هست تاریخ دینی هست تاریخ سیاسی یا کشورداری هست تاریخ شهریاری تاریخ دانش هست. حالا ببینید در این زمینه ها ما چه داشتیم و کسانی که بعداً خودشون رو ولی و ما رو موالی خواندن چی داشتن عرب ها چی داشتن در هنر چی داشتن شما ببینید ما در زمان خسرو پرویز 5 موسیقیدان بزرگ داشتیم باربد و نکیسا و رامتین و رامش و نکیسا یک بانوی موسیقیدان بود عرب ها کیو داشتن در زمینه موسیقی در کدام زمینه هنری اینا پیش بودن در زمینه بازرگانیشون چی بودن یک جوی آبی چشمه آبی از اونجا در می اومد می ریختن اونجا و خیمه می زدن و این می شد شهرکی که در اون زندگی می کردن ریگ و باد و بیابان پس از اون اگر این چشمه از آبش کم می شد و چشمه دیگری در نزدیکی در می آفتن که آب بیشتری داره به اونجا یورش می بردن اینا زندگیشون این گاهی وقتی هم سال یک بار دور هم جمع می شدن و به حساب خودشون شعرخوانی میکردن و همین گونه که این فرمانروایان کنونی ایران در دربار خودشون شاعرانی رو میارن که در وصفشون شعر میگن در اون زمان هم این یک آیین عربی بودی که اینها به جا میوردن و گاهی وقت جنس هاشون هم با هم میفروختن و رد و بدل میکردن این بوده زندگی اینها از نظر کشورداری میگویند یکی از معجزات اسلام این بود که این قبیله های کوچیک رو با هم مخلوط کرد و اینها رو دست به دست هم کرد پیش از اون درست میگویند این اول پیش از اون اینها یک مش قبیله بودن که در درون خودشون هم میجنگیدن وقتی که آب و خوراکشون کم میشد کدوم دانش رو اینها داشتن دانش اسلامی کجا بود؟ شما ببینید در اون زمان در پایان دوران ساسانیان ما دانشگاه گندی شاپور داشتیم که یک دانشگاه بزرگ با رشته های گوناگون وگرنه این همه کشورداری این همه کشورسازی به دست کی انجام میشد؟ به دست بیابانگردان در ایران؟ نه دانشگاه داشتیم برای اینا و کسانی رو داشتیم که اینها روز به روز در پیشرفت آبادانی همه جهان کوشش میکردن در آن زمانی که کتابخانه گاندی شاپور 5000 پوشن کتاب داشت در تمام اروپا اینها به نوشته خود تاریخ نویسان اروپایی هست در تمام اروپا همه کتابخانه هاش رو هم میریختن 500 جلد کتاب این بود شرح ما و حالا ببینید پس از یورش این بیابانگردان به کشور ما چه بر سر این کشور ما آمد خب در آن زمان اگر بیایم به تاریخ دینی نگاه بکنیم شما ببینید شاپور یکم فرزند اردشیر بابکان دومین پادشاه ساسانیان این سخنگوی بزرگ آیین تاجگذاریش مانی
که مانع به خاطر این سرافرازی که مانع یک دینی آوردیم. حالا شما ببینید در اون زمان پادشاه ایران این گذشت رو میکرد که میگفت مانی رئیس دین مانویان بیاد سخن به عنوان سخنگوی پیشگام آیین تاجگذاریش. این درجه ارزش گذاری بر دیگران، بر خواستهای دیگران. یک امپراتوری بزرگ بود کشور ایران، 1100 سال، یا یکی از دو ابرقدرت بود یا تنها ابرقدرت جهان. همچی چیزی شما در هیچ کشور دیگر، در هیچ امپراتوری دیگر نمیبینید. روم، یونان، چین، کدوم یکی از اینها 1100 سال امپراتوریشون دوام بود. دوران ساسانیان 432 سال به طول کشید تا وقتی که بدبختانه برای ایران این دودمان از میان رفت. خب شما ببینید قباد یکم پدر انوشیروان، این مزدکی شده بود، رسماً خودش به دین مزدک پیوسته. حالا داستان مانی و مزدک چی است؟ میتونه مایه یک سخنرانی 3-4 ساعته باشه. یزدگرد یکم در دوران یزدگرد یکم نخستین گرد همایی بزرگ مسیحیان جهان در نزدیکی تیسفون در جای به اسم انتاکی اردشیر که بعد شد بحثیر، در اونجا بند انجام رسید. بزرگترین گردهمایی مسیحیان و نخستین گردهمایی مسیحیان جهان، تنها جای دنیا که اینها احساس کردن می توانند به دور هم بیان، به گرد هم بیان، اونجا بود، در سرزمین ایران بود، در نزدیک تیسفون بود. به هر حال این دروغ‌هایی در هر زمینه به ما بستن به راستی بیماننده. و شما ببینید در زمان انوشیروان یک قحطی در حجاز پیدا شد. حجاز همون جایی که قبیله حیره در اونجا بود، بعد حیرهیان، بعد در شاهنامه رو بگذاریم به صورت بگونه آماوران معروف شد. در اون زمان خب قحطی همکنون هم در یمن و حجاز بسیار زیاد میشه. یک قحطی در اونجا پیدا شد در زمان انوشیروان. انوشیروان به عربهای ربیعه که کوچ کرده بودند به ساحل فرات، به اینها اجازه داد تا قحطی برطرف نشده اونجا بمونه. حالا همین قبیله ربیعه یک سرکرده ای داشتن، دو تا سرکرده داشتن، یکی داشتن که به اسم مسنا ابن فراموش کردم که اسم نام پدرش چی بود، و یکی دیگه صبید ابن قتیبه. این دو تا پیش کرده بودن و سرکرده این قبیله حیره که انوشیروان به اینها جا داده بود و بسیار به یاری اینا شتافته بود. پس از اینکه اینها از قدرت گرفتن و توانا شدن قبیله های عرب آگاه شدن، نامه نوشت به ابوبکر، همین هم مسنا ابن حارثه نامش، نامه نوشت به ابوبکر که ای ابوبکر، این به علت تاخت تازهای قبیله‌ای که در سرحدات ایران انجام شده و یکی دو بار این امپراتوری ایران رو ما دیگر اون امپراتوری پرتوان در نیافتیم و در آستانه شکسته، به من اجازه بده که با لشکریان اسلام به ایران حمله کنم. که ابوبکر به دلایلی ایشون رو سر کار نگذاشت، بعدا کار بهش داد، ولی ایشون رو سر کار نگذاشت و گفت که خالد ابن ولید باشه سردار اسلام که در جنگ قادسیه با
لشکریان ایران در هم آمیختند. لشکریان ایران به راستی کوشش بسیار کردند، ولی بدبختانه این داستانش بسیار به درازا خواهد کشید. من اصلا به درون این داستان نمیخوام برم چی شد که یک ارتش یک امپراتوری بزرگ به این سادگی از دست یک شما، حالا ساده هم نبود، کوشش های زیادی شد، ولی به هر حال شکست. حالا این شکستی که در اون زمان پیش آمد به راستی بسیار گران بود، چون یک جنگ نبود، تنها قادسیه نبود، جنگ جلولا بود، جنگ نهاوند بود، جنگ پل بود. حالا نکته جالب که خدمتون بگم، در جنگ پل سه سردار ارمنی که از ارمنستان با لشکریان خودشان آمده بودن در جنگ پل شرکت کردن و دلیری و بیباکی بسیار از خودشان و هر سه نفر اونا بدبختانه کشته شد. بعد نیروهای ارتشی ایران یواش یواش از هم پاشیدن. همین گونه که خب ما به گونه ای در این دور زمان هم شاهد این بودیم و جای این است که ما یک کمی در روانشناسی گروهی خودمون به عنوان یک مردم، یک کشور، یک ملت یک بررسی بکنیم، پژوهشی بکنیم، ببینیم ما چگونه انسان‌هایی هستیم که سال‌ها به پیش می‌تازیم، به این همه پیشرفت می‌رسیم که ما در زمان خود من و بسیاری از شنوندگانی که اکنون در آنجا هستند، در زمان خود ما به چه پیشرفت‌هایی دست یافتیم در همه زمین‌ها. بعد ببینید به چه آسانی، به چه آسانی همه چیز رو از دست داد. شما ببینید این سومین بار است به راستی، حالا یک بارش داستان تاریخی 100% نیست، ولی به راستی گواه بر اینه که ما چه مردان بزرگی داشتیم، همانند فردوسی. شما فردوسی بین داستان ضحاک و شافریدون رو که بخونید، درست داستان دوران ماست. میگوید از ایرانیان از ضحاک، چون جمشید منی کرده بود، یعنی خودستایی کرد، از جمشید به تنگ آمدم و از ضحاک که پسر پادشاه عرب بود درخواست کردند که به ایران بیاید و شاهی ایران بپذیرد، که پس از اون کارهای شیطانی ضحاک آغازید و دو مار از شانش در اومد. داستان رو دیگه همه میدانن که در هر روزی سر 16 مغز یکی دو جوان رو میبایست به خورد مارهای سر شانش میدادن وگرنه از بین میبرد ضحاک. به هر حال این نخستین بار بود که ایرانیان، این اساطیری جنبه تاریخی نیست، ولی به راستی پیشبینی و پیشگویی فردوسی بود در شاهنامه نشان میده که چگونه از پسر پادشاه و عرب درخواست شد که به ایران بیاد و به این آسانی تاج و تخت رو به دست سپرد. خب شما ببینید این همین کاری است که در دوران ما شد. در خیابان‌ها فریاد می‌کشیدند و فرا می‌خواندند تا بالاخره فراخواندگان به کشور ایران تازیدند و آنچه که نمی‌بایست بشود شد. ولی حالا اینها رو که گفتیم که تا اندازه نشان داد چه بودیم و چه شدیم. پیامدهای قادسیه از هر نظر که شما نگاه بکنیم، این جنبه های گوناگون تاریخی رو در نظر بگیریم، تاریخ جغرافیایی ایران رو در نظر بگیریم، هیچگاه سرزمین ایران به این کوچکی نبوده و آقایون خیلی راحت گفتن که سر خلیج همیشه فارس جنگ سخنی در گرفته.
گفتم نامش رو میذاریم خلیج اسلامی. به همین سادگی. و بخش های گوناگون ایران از 200 سال به پیش به خاطر خیانت این نامردمانی که بر کشور بزرگ ایران حکم فرمایی کردن یواش یواش کوچک شد و امروز به این حال افتاده. ولی ایران بزرگتر از این است که این چنین نامردمانی بتوانند بر ایران پیروز. شما ببینید از 112 سال پس از نبرد قادسیه، از 112 سال پس از بهزادان پور بنداد هرمز، یعنی بهزادان پسر بنداد هرمز که بدبختانه ایرانیان به این نام اون رو نمیشناسن، به نام عربیش که عرب ها بر سر اون داشتن، به نام ابو مسلم، ابو مسلم خراسان، جنبش ابو مسلم، بعد طاهریان، بعد صفاریان، دیلمیان، از تیره غزنه و بویه و اینها همه در دوران خودشون از خاک ایران جنبش را آغاز کردن و روزگار بر عربها خراب کرد. عربها همیشه اینها نیازمند یاری ایرانیان بودن، خودشون کاری بلد نبودن. حالا این که من گفتم، یاد این گفتم که در همون خوارزم یک حسابداری داشتن که خزانه دار بود، خزانه دار خوارزم. خوارزم رو میدونید مال ورارودان یا نامی که الان بهش میگن ماورالنهر، ماورالنهر ورارودان. خوارزم، سغد و خوارزم و بخارا و سمرقند و خجند و اینا همه بخش از ایران بود. بعد در خوارزم این حسابدار بیچاره در داستان آمد که از چون میترسید از آن فرمان روای عرب، از پسرش میپرسید ببین دهویه چی میشه، که پسرش بهش گفت اوش. گفت خب بیستویه چی میشه؟ گفت نیم اوش. دهویه یعنی یک دهم. یک بیستم. عربا میگفتن این بدبخت از پسر خودش چیز یاد میگیره که سرش بریده نشه و بداند که اگر میخواهد گزارشی به فرمان روای عرب بده چگونه این گزارش رو سر هم. حالا من میخوام سخنم رو با این گفتار به پایان برسونم که کشورهای بسیاری بودند که حتی در زیر کمترین، خیلی کمتر از فشاری که ایرانیان در زیر اون بودن، همه چیز خودشون رو از دست دادن، زبانشون رو از دست دادن، فرهنگشون رو از دست دادن، دانششون، مثل همانند مصریان. شما ببینید مصریان چی شدن؟ عرب. با افتخار میگوین ما عرب هست. حالا به ایرانی بگویید عرب. نمیشه. بسیار ایرانیان کاری کردن که پس از قادسیه، پس از 1400 سال شکست نخوردن. همکنون جوانان ایرانی به پارسی سخن میگویند، در مورد پارس و ایران زمین شعار به سر میدهند، داستان مینویسند. شما ببینید سالی نیست که کتاب تازه‌ای درباره فردوسی و زرتشت ایرانیان از جان گذشته دیگر در نیاد. شما ببینید ما در دوران قاجاریه، در پایان دوران قاجاریه، کسانی داشتیم مثل میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. این همکنون نمیذارم
پخش بشه نوشته های. ما یه همچین مردان و زنانی در بین خودمون داشتیم و داریم. من بار دیگر میخواهم بگویم که قادسیه شکست برای ما نبود، چون ما شکست نخورد. ایران هیچگاه شکست نخورد و دوران نوزایی ایران همکنون آغاز شد و اینها تنها یک وسیله‌ای بودند که بدیهایی که در 1400 سال بر سر ما آمده در زیر ذره‌بین گذاشته بشه و حتی کسانی که دید درست حسابی ندارن آنها هم ببینن از ورای این ذره‌بین و بدانند که ما شکست نخوردیم. ایران زنده است. ایران نه تنها در سرزمین کنونی، در تاجیکستان زنده است، در آذربایجان زنده است و در بخش‌های دیگر ایران زنده است و روز به روز تنومندتر خواهد شد. شما همه رو به خدا می‌سپارم. درود بر شما جناب دکتر. من به نوبه خودم و دوستانم سپاسگزاری می‌کنم از اینکه فرصتی در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم از دانش شما و مایه سرافرازیم صدا بزنیم. اگر اجازه بدید در واقع بیشتر خدمتتون باشیم و چنانچه دوستان سوالی دارن سوالشون رو مطرح بکنن بعد پاسخ شما رو بشنویم. ولی قبل از اون من خودم یک سوال داشتم. من باورمند بر این هستم که ایران ما، ملت ما برای دومین بار بعد از 1400 سال مورد هجوم عرب ها قرار و الان به 40 ساله که ما داریم با این موضوع دست و پنجه برای احیای، سوال من این است، برای احیای فرهنگ ایرانی شما چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ کوتاه‌ترین راه کدام است تا اینکه بتونید کشورمون رو، فرهنگمون رو دوباره بازگردونید؟ سپاس بذارم. کوشش در همین راهی هست که شما در پیش گرفتین. هیچ راه دیگری وجود نداره. باید فرهنگ ایرانی رو گسترانیم. شما ببینید من در کتابخونه کوچیک خودم دست کم الان شاید 10 جلد واژه‌نامه ایرانی، واژه‌نامه واژه‌های پارسی دارم که تمام این واژه‌های عربی رو به کنار می‌ذارم و این یک کوشش فرهنگیه و این کاری که خود شما دارید می‌کنید. جوانانی که خب نصف یک سوم سن و سال منو دارن و اینها ببینید با چه کوششی، چه کارهایی درست و تازه ای. اون دختری که به ناگهان میره بر بالای بلندی میسته و روسری خودش رو بر سر چوب میکنه، این کار بزرگی است. این در نظرها میمانه. این زنده کننده فرهنگ ایرانه. و یکی دیگر تاریخ خودمون بازشناسی کنیم. همینجور خدمتون گفتم تاریخمون رو بشناسیم تا خودمون رو گم نکنیم و وقتی که خودمون رو پیدا کردیم خودمون رو به دیگران بشناسیم. من نمیشتم بعد وقتانه این شما جنبوز همیشی عوانی. من یک سوالی داشتم برای جوانترها که در بین ما هستن و سالیان سال از ایران دور هستن و میخوان تاریخ خودشون رو بشناسن. میخواستم از شما بپرسم که چه کتابایی رو برای دوستان جوان و نوجوان میتونید معرفی بکنید که بخونن بیشتر با فرهنگشون آشنا بشن؟ چیزایی که یه خود راحت باشه برای مثلا دوستانی که سالیان سال ایران نبودن. اگر پیشنهادی داریم سپاس گذارم. بله ببینید کتاب‌های بسیاری الان
درست شده و نوشته شده، بهترین چیزی که ایران رو نگه داشته باید دریابیم که چی بوده. آنچه که فرهنگ و زبان و پهلوانی و جوانمردی رو در ایران نگه داشته شاهنامه فردوسی. الان برای کودکان از داستانهای زیبای شاهنامه کتابهای نقاشی رنگی، یکیش دوست ارجمند خودمون که همین چند وقت آینده قرار است به لس آنجلس سفری بکنه، در سوئد زندگی میکنه، مازیار قبیله این کتابها رو فراهم کرده با هزینه بسیار و نقاشی‌های رنگی زیبا و داستان شاهنامه به زبان ساده فارسی. ببینید پدر مادرها خیال میکنن که اگر زبان فارسی سخن بگن بچه‌هاشون نمی‌فهمن. فارسی سره تا اندازه، فارسی ناب، ولی عربی رو خیلی بهتر انگار می‌فهمن. قضا می‌فهمن چی است که واژه بسیار زشت عربی است. قضا رو می‌فهمن چی است، بیا قضا تو بخور مادر، ولی نمیگن بیا خوراک تو بخور مادر. ما باید خودمون از این واژه‌های فرهنگی که وجود داره دریابیم که این واژه های عربی که به کار میبریم اینا رو به دور بریزیم و داستان های زیبا و نیروبخش به راستی برای ما ایرانیان این داستان های شاهنامه نیرو و توان میده. بزرگترین درس روانشناسی است. این شاهنامه فردوسی کتاب جنگ و با هم گلاویز شدن نیست. این بیشترش درس‌های روانشناسی بسیار ژرف و باید بخوانیم به همراه فرزندانمان، به گوششان بخوانیم، هم خودمون دریابیم، هم این ساده ترین چیزی هست که میتونم خدمتتون بگم. ببخشید صدا نمیرسه درست. از دوستان پرسش اگر دارن. سلام کنم بابا. اصلا که خواستم نظر شما راجع به خط ما چیست؟ در آینده چی خط میدید؟ یک بار دیگه بفرمایید، صدا خیلی ضعیف. در مورد این خطی که ما داریم، خط پارسی، آیا در آینده که به امید خرد ما نجات داده کردیم در مورد این خط باید تصمیم گرفته بشه یا نه؟ در مورد درخش فرمودین؟ خط، اجناب دکتر، خط، خط پارسی. او خط پارسی، ببینید این خط پارسی همکنون چیزی نیست. ما دشواری های بسیار فراوانی داریم و اگر بخوایم همه رو خودمون بریزیم و تلمبار کنیم و کارهای سترگ نه یکی نه دوتا پنج تا ده، ما الان گرفتاریمون خط فارسی نیست. ممکن است 30 سال دیگه، 40 سال دیگه وقتی که یک شهریاری راستین، یعنی یک فرمانروایی ایرانی بر سرزمینمون حکم فرما بشه، آن وقت تصمیم گرفته بشه. نخست ما باید واژه ها رو درست بکنیم و پاک بکنیم، همون گونه که روان رضاشاه شاد باشه، فرهنگستان ایران چه کار سترگی کردن در این زمین، وگرنه ما هنوز نظمیه و عدلیه و اینها داشتیم. و ببینید کاری که رضاشاه کرد در چه حد بود. به هر حال خط الان بزرگترین گرفتاری ما نیست. گرفتاری ما چیزهای بزرگتری است، نگهبانی از فرهنگ خودمون، نگهبانی از سرزمین خودمون، نگذاشتن این که کشورهای دیگر بیان بپذیرن که این خلیج فارس نیست و خلیج دیگریست، خلیج ما رو بدنام بکنن. اینها رو باید جلوش بگیریم. باید تاریخ جغرافیایی خودمون رو نگه داریم و تاریخ هنری، جنبه های دیگر تاریخ. خط به موقع خودش ایرانیان 20-30 سال دیگه دربارش به نظر من
آهنگ درستی در پیش ها. بانویی در اینجا هستن جناب دکتر، سوال میکنن آیا تضادی بین مذهب ایرانی، دین و باور ایرانی و مذهب اسلام هست و آیا اگر کسی مذهب اسلام داشته باشه میتواند ادعا بکند که ایرانی هست یا در تضاد اینجا هست؟ ببینید، من این فرصت خیلی خوب به من این فرصت میده که من یک چیزی روشن کنم. ما ایرانی ها در تعارف فرضی، اون چیزی تعارف هست که اصلا این واژه در هیچ زبان دیگری انگار نیست، این تعارفی ما ایرانی ها داریم که میگوین آقا درباره اسلام یک کلام بد نگی چون میلیون ها مسلمان هم با آنها برمید. ببینید، من میتونم با یه باوری مخالفت کنم، ولی با آدمی که به اون باور داره مخالفتی ندارم. توهینی نمیکنم، ناسزایی نمیکنم. ولی این که ما بگوییم بله این آدم نازنین باورش فلان دینه، در نتیجه لطفاً درباره دینی بعد نگیم، بهش به شدت بر. مثلا فرض کنید بگن که یکی بیاد بگه این دکتر انوشیروانی زرتشتیه و هیچ چیز بد درباره زرتشت جلوی این نگه، من خوشحال میشم که سی بد بگه درباره زرتشت، نه اینکه ناراحت میشم. و دوستیم افزوده میشه با اون کسی که میاد با رک بودن، با روشن سخن گفتن میاد درباره باور من یک چیزی به من یاد میده. این که از این داستان، باور میتونه نادرست باشه ولی باورمند همیشه باید ارج و احترام داشته باشه. حالا این که در دین اسلام با دین کهن ایران و فرهنگ کهن ایران رابطه داره، ما بگم رابطه زیادی به هیچ وجه نداره. ببین، در فرهنگ کهن ایران، در دین کهن ایران، آزادی در گزینش، دموکراسی و شطر و ایل وحب یعنی به نیک، شطر یعنی شهریاری، و ایل یعنی برگزیده، یعنی شهریاری نیک برگزیده 4000 سال پیش. این بر این پایه بودی که کوروش بزرگ برابری زن و مرد و این که ما وقتی کار نیک انجام میدیم خود کار نیک پاداش خودش هست، نه اینکه ببینید حالا این هندوانم تا اونجا اگه اشتباه نکنم این رو میگوین که a journey is its own reward، سفر، هر سفری خودش پاداش خودش هست. یعنی اینکه شما از ونکوور را میفتیم میاییم لس آنجلس هم یه جایی هست یه مانند ونکوور یا بدتر، اون جایی که بهش میرسیم مهم نیست، خود اون سفر مهمه که اون هست که پاداش این کوشش شماست. در فرهنگ کهن ایرانی بهشت و جهنمی وجود نداره که من اگه بگم بله من کار خوب کردم، ای خدای بزرگ $1000 دادم به یک آدم فقیری و چرا من روز بعد مثلا این فلوی این سرماخوردگی سخت گرفتم و بعد زاتوریی کردم نفسود بمیرم؟ چرا؟ من که آدم خوبیم، به دنبال پاداش بگردم. اگر کار نیک خودش پاداش خوب خودش هست. این است که بله ما این تفاوت ها رو داریم و چیزهای بسیار گوناگون دیگر هم هست که من سخن رو اینجا به درازه نمیدونم.
سپاسگزار از فرصتی در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم و مجدد سپاسگزاری میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار همه شما. درود بر شما.